من محمد سلیمانی هستم، فارغ التحصیل رشته کامپیوتر و عضو انجمن هنرمندان جوان مقیم انگلستان. از همینجا درود میفرستیم به خواهران و برادرانمون در شهرهای به پاخواسته سراسر میهنمون، قیام آفرینان، اشرف نشانان و براندازانی که مشعل آزادی رو شعله‌ور نگه داشتن. در بزرگداشت 22 بهمن، قیام ضد سلطنتی و در همبستگی با قیام سراسری مردم ایران، امروز اینجا حضور پیدا کردیم. اخیراً توصیف قشنگ از انقلاب بهمن از برادر شنیدیم. امروز در تاریخ ایران روزیه که یک چشم خندان و یک چشم دیگه گریانه. خنده و تهنیت از بابت انقلاب عظیم مردم ایران، سرنگونی رژیم شاه و حاکمیت ستمشاهی. گریه و تسلیت از بابت سرقت آن انقلاب بزرگ و لگدمال کردن دستاورداش توسط ارتجاع. آخه مردم ایران استقلال میخواستن، آزادی میخواستن و عدالت. در آنجا برادر گفتند که دشمنان آزادی همین کلمه شاخص و راهگشا رو تحت لوای دین به قربانگاه بردن و ذبح کردند. بیداد رفت لاله برباد رفته را، یارب خزان چه بود بهار شکفته را. ولی رسم روزگار این نیست. سکاندار کشتی اجازه نداد آرمان آزادی بمیره و یأس حاکم بشه. نسل میلیشیایی تربیت کرد که نسلی شد از نسل بیشماران، سمبل وفای به عهد و نسل اندر نسل، سینه به سینه این راه و رسم منتقل شد تا به امروز رسید که شروعش جوانهای آن انقلاب و آن آرمان آزادی ما در این نسل جدید هستیم. نسلی برانداز با شعار مرگ بر خامنه ای، مرگ بر روحانی و اصلاح طلب اصولگرا. دیگه تموم ماجرا که لرزه به اندام این رژیم پوسیده انداخته. روح و پیام اون انقلاب رو امروز در شعارهای مردم به پا خواسته در سراسر کشور میبینیم. راه و رسم سرنگونی البته که این راه و رسم صاحب داره. دو چیز خیلی روشن است. یک، انقلاب هیچ وقت رو به عقب نمیرود و همیشه رو به پیش است. همونطور که در صحبت‌های برادر که با آنها اشاره کردم، 22 بهمن انقلاب عظیم مردم ایران برای سرنگونی سلطنت در ایران بود. ولی این خمینی بود که انقلابی که خونش رو انقلابیون داده بودن، مجاهدین و فدایی‌ها قیمتش رو داده بودن رو بود. دو، امروز صحنه تغییر کرده است. قیام مردم ایران صاحب داره. یک سری هستن که بیش از 3 دهه لحظه به لحظه با این رژیم مبارزه کردن. موازهشون فقط حرف نیست، همیشه در عمل اثبات کردند و خود ولی فقیه تلف شکسته مجاهدین رو به عنوان یکی از رأس سرنگونی معرفی میکنه. آره، همین مجاهدین هستن که خواب رو از چشمای آخونده دزدیدن و من و ما افتخار میکنیم به اینکه سرباز این مقاومت هستیم. سرفرازیم که براندازیم. و دوست دارم از همین فرصت استفاده کنم به کانون‌های شورشی در ایران که شجاعانه دارن فعالیت میکنن و ما اینجا از طریق سیما ویدیوهاشون رو میبینیم، فعالیتیاشون رو میبینیم و واقعا جوانان دلیری هستن که تو اون شرایط، اون اختناق دارن جونشون رو میذارن، از جونشون مایه میذارن و کانون‌ها رو، کانون‌های شورشی رو تشکیل دادن و از همینجا به اونها درود میفرستیم. و پیام دیگه به شیر همیشه بیدار که برادر مسعود، همون روزی که شما گفتی پای این سرنگونی وایستادی و افتخار میکنی، ما هم همینطور، ما اشرف نشانه هم همراه شما همونو تکرار میکنیم و میگیم سرنگونی، سرنگونی، سرنگونی.